توی این جلسه یک سال نسبتا امتحانی از مبحث معادلات کامل براتون حل خواهیم کرد حتما قبل از اینکه من این سال رو حل بکنم خودتون ویدیو رو استوب کنید حل کنید جواب نهاییتون رو با من مقایسه کنید بریم روی تصویر خب این سال رو به ما داده میبینید حجم محاسباتش نسبت به سوالات قبل مقداری بیشتر خواهد بود این تابه رو بگیریم پی این تابه رو بگیریم کیو قرار شد از تابه پی نسبت به متغیر ایگرگ مشتق بگیریم خب مشتق اولین عبارت کسری مشتق صورت نسبت به ایگرگ صفر منهای مشتق مخرج نسبت به ایگرگ میشه دو ایگرگ به رادیکال x2 به اضافه y2 مخرج به توان 2 وقتی مخرج به توان 2 میرسونیم یعنی این شکلی به اضافه یک x رو مشتقش نسبت به y میشه صرف یک y رو مشتقش نسبت به y میشه منهای یک به y2 q رو نسبت به x باید مشتق بگیری مشتقش چی میشه دوباره مخرج به توان 2 خب مشتق صورت نسبت به متغیر x میشه صفر البته اینجا یه دونه x هم داشت دیگه چون میگفتیم مشتق مخرج در خود صورت منهای از این تابع رادیکالیه میخوایم نسبت به متغیر x مشتق بگیریم میشه مشتق صورت که شد صفر منهای مشتق مخرج نسبت به متغیر x میشه 2x رادیکال یه دو هم داره x2 به اضافه y2 ضبط در صورت می عبارت بچا رادیکال یو مشتقش میشد یو پریم به دو رادیکال یو به اضافه مشتق یک ایگرگوم نسبت به متغیر ایکس صفره و مشتق ایکس به ایگرگ ایک دو هم نسبت به متغیر ایکس میشه یک یه ضریب یک به ایگرگ دو داره میشه این وارد. خب این دوتا رو با هم مقایسه کنید دقیقا یکسان شدن دوست دوستان پس P ایگرگ رو با Q x ما برابر در اومد کامله حالا که کامل شد باید بریم انتگرال بگیریم یه انتگرال رو سر اینا میذاریم انتگرال اولی انتگراله X به رادیکال X2 به اضافه ایگرگ دو یک X هم یک Y هم دی انتگرال رو با هم تفکیک میکنیم چون سه تا تابع که جمع هستن یه دی ایکس اینجا میذاریم دی ایکس ایکس اوم دی ایکس ایگرگوم انتگرال اول دوستان چی میشه؟ فعلا جاشو خالی بذاریم میریم حساب میکنیم جوابشو میاریم اینجا انتگرال دوم میشه ln x انتگرال سوم میشه x ایگرگوم خب انتگرال اول x دیگه x به رادیکال x2 به اضافه y2 ما تغییر متغیر میدیم مخرج زیر رادیکال رو میگیریم تی، یه مشتق بگیرید 2x dx برابر با dt صورت x اکس xه، پس اینجا یه تقسیم بر دو نیازه پس به جای x شما چی باید بذارید بذارید دی تی دوم مخرج چی میشه رادیکال تی خب یک دوم که عدد از زیر رادیکال میاد بیرون چی میمونه دی تی به رادیکال تی انتگرال بچه دی تی به رادیکال تی چی میشد میشد رادیکال تی دیگه تی چی بود خودش دوستان x2 به اضافه دو. پس اینجا که جاشو خالی گذاشتیم شد رادیکال x2 به اضافه y2 کل این عبارت پاسخ اولمونه بریم سراغ قسمت دوم انتگرال ما انتگرال به رادیکال به اضافه یک ایگره منهای ایکس به ایگره دو پس بریم سراغ قسمت دوم انتگرال ایگرگ به رادیکال x دو به اضافه ایگره دو دی ایگریک. به اضافه انتگرال چی بود دوستان؟ اینجا رو نبید یک من و منهای به ایگره دو منهای انتگرال x به y2 دی y تفکیکش کردم یه ضرب خب این انتگرال رو ببین همین انتگرال بالایی است دیگه فقط به جای x دی x y دی y شده پس پاسخش هم همینه اسم متغیر انگار عوض شده به اضافه یه. انتگرال دی y به y چی شد دوستان ln y منهایه انتگرال x به y هم میشه x y چرا دوستان این انتگرال چرا حاصل شد این x که اصلا ربطی به انتگرالتون نداره متغیر انتگرال گیری y رو بیارید بالا منفی میشه توان x رو می نویسیم توان رو یه دونه اضافه میکنیم منفی دو به اضافه یک یکم ساده تر کنیم میشه ایگرگ منفی یک منفی یک که این عبارت یه منها هم پشتش داره توی این منها ضرب میشه میشه مثبت میشه x ایگرگوم این هم پاسخ دوممون شد خب اینو با چی باید مقایسه میکردیم؟ با این جواب قرار شد اشتراک ها یک بار نمیشته میشه بچه ها اشتراک ها رادیکال و x ببینید رادیکاله و x پس پاسخ نهایی میشه رادیکال x2 به 2 به اضافه xy این اشتراکشونه دیگه بالا چی داریم اونجا یه ln x داریم اینجا یه ln y پس اینا هم غیر مشترکن که نوشته میشن برابر میشد با c سال به شدت سال مهم از لحاظ حجم محاسباتی و انتگرال گیری ها و مشتق هایی که داریم قشن پتانسیل یک سال امتحانی رو داره خیلی بهش دقت بکن خب توی این جلسه آخرین سوال از مبحث معادلات کامل رو با هم دیگه بررسی کردیم آیا همیشه معادلات کاملا نه لزوما معادلاتی داریم به اسم معادلات غیر کامل معادلات غیر کامل شرط پی ای گرگ برابر با کیو ایکس براشون برقرار نیست پس ما باید اول با یک تغییر متغیر که به اسم عامل انتگرال ساز میشناسیمش عامل انتگرال ساز اون معادله رو پیدا کنیم اون رو توی در واقع معادله دیفرانسیل ضرب کنیم با این کارمون معادله دیفرانسیل میشه کامل پس حالا که کامل شد روش هایی که توی این دو جلسه اخیر با همدیگه یاد گرفتیم و روی اونا اعمال میکنیم پس معادلات غیر کامل با پیدا کردن عامل انتگرال ساز که حالا در جلسات بعد یاد میگیریم چگونه عامل انتگرال ساز یک معادله رو پیدا بکنیم و ضرب اون تو معادله غیر کامل به معادله کامل تبدیل میشه پس از اون دیگه روشش رو یاد گرفتیم و معادله رو حل میکنیم